بسم الله الرحمن الرحیم. نوع الفاظ: اقدام شونستی غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اشرف غنی احمد زی رئیس حکومت به اصلاح وحدت ملی را محکوم کنم. ایشان با اقدامی که انجام دادند قانون ثبت احوال نفوس مصوب مجلس را نادیده گرفتند، قانون اساسی را نادیده گرفتند و مصلحت مردم افغانستان را در این لحظات بحرانی نادیده گرفتند و دلایلی که آن روز ارائه کردن هیچ بنیاد منطقی و لوجیک و قابل قبول برای مردم افغانستان نداشت. امروز میلیون ها رسانه در جهان وجود دارد و میلیون ها صفحات مجازی. هیچ بی‌عدالتی پنهان نمی ماند، هیچ ستمگری مورد غفلت واقع نمی شود. زبان من فارسی، سرزمین نیاکان من خراسان نام دارد. من از این دو ارزش به هیچ عنوان نخواهم گذشت، اینها را فروگذاشت نخواهم کرد. بدون تردید این کاری که آقای غنی انجام داد جعل کردن هویت مردم افغانستان است و یک تقلب بزرگ در تمامی تاریخ افغانستان است و من از پشت این تریبون ایشان را به عنوان یک متقلب بزرگ، یک متقلبی که کار تبهکارانه انجام داده است و بر هویت‌های مردم تاخته است و خواسته است یک هویت جعلی را بر بقیه مردم افغانستان تحمیل بکند، تقبیح میکنم. من از همه مردم افغانستان، از همه وجدان‌های بیدار در سرزمین خودم دعوت میکنم، میخواهم در برابر این بی‌عدالتی آشکار، در برابر این ستمگری، در برابر این شونیزم بی‌شرمانه قومی ایستاد شوند و از هر ابزار ممکن، از هر وسیله ممکن در برابر این اقدام مقاومت بکنند و نگذارند این تذکره ها با این گونه و در مغایرت با قانون و در مغایرت با قانون ثبت احوال نفوس در افغانستان توزیع شود. در عین حال موضع‌گیری رئیس اجرایه کاملا آشکار بود و گفت که این عمل مشروعیت ندارد، به نفع مردم افغانستان نیست، به نفع مصلحت نیست، گذاری از بحران به بحران دیگر است، نه اقدام در جهت مدیریت بحران. زمانی که یکی از شرکای اصلی این حکومت فاسد اعلام میکند که ما این را قبول نداریم و با ما مشوره نشده است، چگونه میشود از یک چنین موضوعی دفاع کرد و از یک چنین اقدام دفاع کرد؟ در عین حال اجازه بدهید جناب رئیس من شما را انتقاد بکنم که شما در اون مجلس حضور رساندید، تذکره گرفتید، در حالی که شما نماینده و در واقع رئیس ما در این پارلمان هستید و میدانند که هنوز بر سر تذکره نه در اینجا اجماع شده است، نه در بین مردم افغانستان اجماع وجود دارد و 100 و چند وکیلی که اینجا اعلامیه دادن، موضع گرفتن و رد کردن فرمان تقنینی غنی را و دفاع کردن از قانون ثبت احوال نفوس مصوب مجلس، خواهش میکنم دوباره بسیج شوند و در عین حال پیامشان را به مردمشان، به موکلانشان برسانند تا این حرکت به یک حرکت سراسری عدالت‌خواهانه در سرزمین ما، در خراسان بزرگ تبدیل شود.